آیا دوست داری بدونی بروسی کجا به دنیا اومد؟ آرنولد درباره بروسی چیا گفته؟ ماجرای سوراخ کردن گوش بروسلی چیه؟ راز تنفس بروسلی، محبوب ترین نوشیدنی آقای بروسلی و کلی حقایق جالب و باحال دیگه که باید ازش باخبر بشی و تو این ویدیو براتون میگم. پس برای حمایت از من لایک و سابسکرایب رو بکن و حتما ویدیو رو تا آخر ببین. بروسلی بین ساعت 7 تا 9 صبح در سال اژدها در یک بیمارستان چینی در محله چینی ها به دنیا اومد. به همین خاطر تماشاچیان فیلماش اونو به اسم لی سوی لونگ، یعنی اژدهای کوچک میشناسن. اینجور که بوش میاد بروسلی یک پرسپولیسی اصیل بوده. مادرش گریس لی یک چینی آلمانی تبار و کاتولیک بود و اسم جون فانلی رو براش انتخاب کرد که به معنی بازگشت به سان فرانسیسکو است. اسم بروسلی رو پرستار بیمارستان ماری گلاور بر روی او گذاشت. بروسلی معمولا در خانه به اسم پرنده کوچک که اسم دخترانه ای بود خوانده میشد. مادرش اولین پسرش رو از دست داده بود، به همین دلیل فرزندش رو با اسم دخترانه میخوند تا ارواح خبیث گیز بشن و پسر دومش رو نیز تومه خود نکنند. او حتی یکی از گوشهای بروسلی رو سوراخ کرده بود تا خدایان رو فریب بده. عجب مادری داشته این بروسلی. بروسلی بین سال 13 تا 18 سالگی تحت تعلیم استاد ایپ من بود. برادر بروسلی پیتر لی قهرمان شمشیرزنی بود. جورج لی میگه بروسلی به طرزی استثنایی قوی بود. یادم میاد او یک روز در اوکلند با یک دست 50 دفعه بار فیکس رفت. کار او خارق‌العاده بود. گاهی وقتا هم با دستای کاملا بازو کشیده 50 بار از رو، 50 بار از پشت بار فیکس میرفت. بروسلی در سال 1970 وزنی بین 62 کیلو رو بدون اینکه بدنش رو گرم کنه برداشت و برای انجام دادن حرکت صبح بخیر بر روی پشت خود گذاشت. در حین انجام این حرکت کمر او به شدت آسیب دید. دکتر به او گفته بود که یکی از اعصاب خارجی پشتت به شدت آسیب دیده و دیگه نمیتونی ضربه پای کنترل رو کار کنی. بروسلی 3 ماه در تخت خواب موند و دردهای شدید بدنی و فشارهای روحی و مشکلات مادی رو تحمل کرد. روی هم رفته 6 ماه طول کشید تا بروس تمرینات سبک خود رو از سر بگیره. بروسلی دارای ساعدهای استثنایی بود. باب وال میگه بروسلی بزرگترین اثرات ساعدی رو داشت که من تا به حال دیدم. ساعدهای او حیرت آور بود و انگشتان بسیار قدرتمندی داشت. او میتونست همه حریفان خود رو در مچ اندازی شکست بده. تاچی کیمورا که از دوستان بروسلی و مردی که هنر رزمی بروسلی رو در کلاس های خصوصی در سیاتل واشنگتن تدریس میکنه میگه گرفتن ساده بروسلی مثل چنگ زدن به چوب بیسبال بود. بروسلی یک بار به یک برنامه رادیویی دعوت شده بود. مجری برنامه ازش خواست و قدرت و سرعتش رو به شنوندگان نشون بده. بروسلی چنان مشت سری و قوی زد که صدای او مثل صدای باد مجری و شنوندگان رو به حیرت انداخت. بروسلی بدن کاملا انعطاف پذیری داشت. او قادر بود با قد 170 سانتی متر با تیغه پا سر افراد بالای 2 متر مثل کریم عبدالستار بسکتبالیست آمریکایی رو با پرش در هوا بزنه. از نظر بروسلی مهمترین ورزش برای بالا بردن مقاومت بدن دویدنه. او هر روز صبح این کار رو انجام میداد. او با سگش بو هر روز مسافت‌های زیادی رو می‌دوید. بروسلی درباره تنفس اعتقادات خاص داشت. بنا به گفته لیندالی همسر بروسلی، بروسلی عادت داشت بگه وقتی جوان هستی از شکم نفس بکش، وقتی میانسالی از دیافرام، وقتی پیر میشی از گلو و دهان. برای اینکه انسان سالم بمونه باید تمرین کنه و همیشه از شکم تنفس کنه. من موندم چجوری باید از شکم تنفس کنی؟ وسایلی رو که بروسلی برای تمرین طراحی میکرد توسط دوستش که هیچ نسبت فامیلی با اون نداشت خریداری شد.
جورج لی و هرب جکسون که از دوستان خانوادگی بروس لیه. نظر آرنو درباره بروس لی بدن فوق‌العاده شکیلی داشت، شکیل و بسیار دخترکش. در بدن او چربی اندکی وجود داشت. منظورم اینه که شاید چربی بدن او از هر قهرمانی که در دنیا وجود داره کمتر بود، شاید به همین دلیل اینقدر قابل باور به نظر میرسید. خیلی ها هستن که همه اون حرکات رو انجام میدن و همان مهارت هم به دست میارن، ولی به اندازه بروس لی قابل باور و تأثیرگذار نیستن. او در نوع خود بی نظیر بود. او بوت بسیاری از انسان هاست. نقطه مهمی که درباره آدمی مثل بروس لی میشه گفت اینه که او الهام بخش میلیون ها تن در سراسر جهانه که میخوان جای پای او رو بگیرن. اونا میخوان هنرمندان رزمیکاری باشن و به عالم سینما قدم بذارن و کاری که میکنن اینه که هر روز برای ساعتهای متمادی تمرین میکنن. کسی مثل بروس لی منبع الهام عظیمی است که به میلیون ها کودک در سراسر دنیا کمک میکنه. او تأثیری عظیم و برجسته بر مردم دنیا داشت و به گمان من برای سالهای سال مردم اونو تحسین میکنند. زنده باد بروس لی، زنده باد جومانگ، زنده باد دامال. محبوب ترین نوشیدنی بروس لی آب هویزه که بعدش هم آب سیب و آب کرفس دوست داره. انگار من پیشش بودم و داداش کوچیکش بودم و اینا رو میدونم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک ویدیو رو بزن. برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کن. تا ویدیوی خفن دیگه، خدا یار و نگهدار.